امروز اخبار بین الملل. نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد اسرائیل رهبران جهان را به تحریم سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشویق می‌کند. گابریل شالف نماینده اسرائیل در سازمان ملل همچنین به رادیو ارتش اسرائیل گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نطق روز چهارشنبه رئیس جمهور ایران را تحریم خواهد کرد. وی گفت ما سعی نمی‌کنیم از کشورهایی که با آنها صحبت می‌کنیم قول تحریم کردن بگیریم. ما صرفاً با آنها یادآوری می‌کنیم که این شخص و کشوری که وی آن را هدایت می‌کند تا چند اندازه خطرناک هستند. ایران دیروز از بایگانی شدن طرح ایجاد سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی اظهار خوشبختی کرد و انکار کرد که تهران موجد خطری موشکی برای غرب بوده باشد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران از هر اقدامی که در خدمت کاهش مسابقه تسلیحاتی باشد استقبال می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که برخورد جدیدی در پیوند با دفاع موشکی در پی گرفته است و گفت که اطلاعات آمریکا حاکی از آن است که در حال حاضر موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد ایران از خطر بیشتری نسبت به موشک‌های دوربرد آن کشور برخوردار هستند. اما قشقاوی این نظر را که دفاع در مقابل خطر نظامی از جانب جمهوری اسلامی مبنای طرح سپر دفاع موشکی بوده است بی‌پایه و اساس توصیف کرد و گفت مبانی واقعی و مستند ندارد. دو گروه حامی حقوق بشر دیروز از مجمع عمومی سازمان ملل خواستند تا نماینده ویژه‌ای را مأمور تحقیق و تفحص در مورد نقض حقوق بشر در ایران از زمان انتخابات ریاست جمهوری مناقشه برانگیز خرداد ماه کنند. دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کردند که 192 کشور عضو این سازمان باید از فرصت حضور محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی در این هفته بهره گیرند و خواستار پاسخگویی به سرکوب خشونت‌بار معترضان از سوی دولت شوند. این گروه ها به استفاده غیرقانونی از قوه قهریه مرگبار علیه تظاهر کنندگان مسالمت جو، حبس انفرادی طولانی مدت و اعترافگیری اجباری و همچنین ادعاهای متعدد شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان اشاره کردند. خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون.